سلام دوستان، همچنان محمدرضا حسینی هستم در کانال جنجال اسپورت. خیلی 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 خوش اومدیم به این ویدیو و امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ما در این کانال جنجال اسپورت سعی داریم به اتفاقات فان و حواشی تو ورزش فوتبال اتفاق میفته بپردازیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنین و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما بهره مند بشین. امروز هم با هم دیگه هستیم تا ببینیم آخر ماجرای وریا غفوری چی شد. وریا غفوری کاپیتان محبوب استقلالی ها که علاوه بر بازی موثری که در تیمش داره، محبوب دل همه هوادار استقلال و حتی هوادار غیر فوتبالی و غیر استقلالی هم هست. وریا غفوری کسی که همیشه سعی کرده پشت مردم باشه، حامی مردم باشه و حرف دلشون رو بزنه و واقعا من خودم به عنوان پرسپولیس خیلی دوستش دارم. و حالا هم که قرارداد وریا غفوری تموم شده و همه استقلالی ها خواهان تمدید قرارداد با او هستن، اما مصطفی آجرلو و تیمش هی دارن عقب میندازن و باعث خشم هوادار استقلال شدن. هوادار استقلالی که اصلا حالا میگن وریا غفوری با اینکه تو این فصل اخیر بازی بهش کم رسید، ولی نقشش تو قهرمانی استقلال بسیار موثر بود و با روحیه خوبی که داشتش باعث همدلی همه بازیکن استقلال شد و همه طرفدار استقلال واقعا حضور وریا غفوری رو واجب میدونن و به خاطر همین خواهان تمدید قراردادش هستن. اما هوادار استقلال یک چیزی که خیلی داره اذیتشون میکنه و حدس میزنم و خود منم حتی یکم حدس میزنم این که عدم تمدید قرارداد با وریا غفوری به مسائل غیر فوتبالی و سیاسی ربط داره، جایی که وریا غفوری همواره گفتم همیشه پشت مردم بوده، تو خیلی از شرایط و خیلی از صحنه سعی کرده یار مردم باشه، حرف دل مردم بزنه و خیلی از مسئولین انتقاد کرده و بزرگترین کارش هم که خیلی واقعا واساب داشت تو همه شبکه‌های اجتماعی گسترده شو، تیشرتی بود که دختر آبی رو پوشیده بود با یه قلب آبی و به انگلیسی هم دختر آبی رو نوشته بود، که اون کارش باعث خیلی هجمه‌های حالا خیلی زیادی هم از طرف اون کسایی که حالا میگفتن اصلا فوتبال نباید سیاسی کنین، هم حالا اون کسایی که میگفتن چقدر کار خوبی کرده با این سلبریتی مردمیه. و خیلی جالب، همونایی که میگفتن فوتبال ما سیاسی نکنیم الان اصلا هیچ اظهار نظری نمیکنن در مورد اینکه مثلا وری غفوری که همه میدونی واقعا به دلیل مسائل سیاسی داره تمدید قرارداد نمیشه، الان مثلا همشون ساکت شدن، اصلا هیچ خبری ازشون نیست. و بعد حالا ببینیم در آینده چه اتفاقاتی برای وریا غفوری اتفاق خواهد افتاد و همونطور که حالا به گوش میرسه وریا غفوری به احتمال زیاد از تیم استقلال جدا خواهد شد و حالا به احتمال زیاد به تیم فولاد خواهد پیوست. طرف همونطور که میبینی بازیکن استقلال هم خیلی با انتشار پست استوری حمایت کردن از وریا غفوری. حالا باید ببینیم چی میشه، وریا در استقلال ماندنی خواهد شد یا خیر. خب دوستان، خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. ما کانالمون در مورد اخبار و مسائل اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هستش. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنین و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما بهره مند بشین. خیلی دوستتون دارم. چاکر مخلص، فعلا یا علی، خدا نگهدار.